سرخط خبر. ادامه واکنش ها به ترور یک مقام ارشد وزارت دفاع ایران. خامنه ای خواستار مجازات عاملان و آمران شد. روحانی میگوید به موقع پاسخ میدهیم. گزارش هایی از خروج مذاکرات صلح افغانستان از بنبست. سخنگوی طالبان میگوید دو طرف بر سر دستورالعمل مذاکرات توافق کردند. همزمان با گزارش‌ها از اثرگذاری محدودیت‌های کرونا در ایران، همراه داشتن کارت ملی برای استفاده از حمل و نقل عمومی اجباری شد. و آزمایش بکارت، نمونه بارز نقض حقوق زنان که هنوز در بریتانیا ممنوع نشده. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. ترور محسن فخریزاده از مقام‌های ارشد وزارت دفاع در ایران امروز واکنش عالی‌ترین مقام‌های جمهوری اسلامی رو برانگیخته. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام تسلیتی گفته عاملان و آمران این حادثه باید مجازات شوند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم گفته این کشور در زمان مناسب به این ترور پاسخ خواهد داد. از آقای فخریزاده به عنوان یکی از مدیران ارشد فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران یاد شده. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. اینجا بلوار آبسرد است. غروب جمعه و ساعتی بعد از ترور محسن فخریزاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع. کسی که از او به عنوان یک دانشمند و مدیر مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای نام برده می‌شود. در اینجا ابتدا انفجاری رخ داده، سپس خودروی حامل آقای فخریزاده به گلوله بسته شده. محسن فخریزاده به دلیل شدت جراحات اینچنین به بیمارستان منتقل شده، اما حدود نیم ساعت بعد درگذشته است. محل این ترور جایی در نزدیکی تهران است، در حوالی جاده فیروزکوه. همه اتاقهای فکر و همه دشمنان و حالا همه نگاه ها به مقام های عالی رتبه ایرانی است. ملت ایران و مسئولین کشور شجاعتر از آن هستند که و غیورتر از آن هستند که این اقدام جنایتکارانه را بی پاسخ بگذارند. به موقع مناسب مسئولین مربوطه پاسخ این جنایت را خواهند داد. رهبر ایران نیز یک روز پس از ترور محسن فخریزاده در پیامی گفته که مسئولان باید اول عاملان و آمران ترور را مجازات کنند و بعد تلاش‌های علمی او را ادامه دهند. اگرچه به شکل رسمی هیچ کس مسئولیت این ترور را بر عهده نگرفته، اما روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده و دو مقام امنیتی که ملیتشان را هم اعلام نکردند، گفته است که اسرائیل پشت این ترور بوده. امیر حاتمی وزیر دفاع ایران که رئیس مستقیم آقای فخریزاده محسوب می‌شود، روز شنبه با خانواده او دیدار کرد. همسر گرامی شهید عزیزمون تنها خواستش از من این بود که اجازه ندید راه شهید عزیزمون بسته بمونه و اون رو ادامه بدیم. در سطح جهانی آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل یکی از نخستین مقام‌هایی بود که به این ترور واکنش نشان داد. بر اساس بیانیه‌ای که از سوی سخنگوی آقای گوترش منتشر شد، دبیر کل سازمان ملل از ایران خواست تا خویشتن‌دار باشد و از دست زدن به اقدامی تنش‌زا پرهیز کند. اتحادیه اروپا نیز روز شنبه بیانیه‌ای منتشر کرد. بیانیه‌ای که برخلاف موضع آقای گوترش لحنی صریح داشت و این ترور در آن اقدامی مجرمانه توصیف شد. اقدامی که به نوشته بیانیه برخلاف تمام اصول حقوق بشری است که این اتحادیه به آن باور دارد. اتحادیه اروپا همچنین به خانواده کسانی که در این حمله کشته شدند تسلیت گفت و از مقام‌های ایرانی نیز خواست تا خویشتن‌دار باشند. در اروپا وزارت خارجه آلمان نیز به شکل جداگانه از همه طرفین درخواست کرد که از افزایش تنش بپرهیزند. طرفینی که تنها یک سوی آن یعنی ایران از نظر رسمی مشخص است و طرف دیگر یعنی عامل ترور به شکل رسمی و علنی هنوز مشخص نیست. کیوان حسینی، BBC. بهنام قلی‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از پراگ با ما هست. آقای قلی‌پور، خوش آمدید به برنامه. میدونم که بررسی کردید درباره آقای فخریزاده و اطلاعاتی دارید. کمی به ما راجع به جایگاهی که آقای فخریزاده امروز در
برنامه هسته‌ای ایران داشت بگید. بله، آقای فخری زاده جزو اون دست از مقام‌های ارشد وزارت دفاع و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بود که در مهر ماه با پایان یافتن تحریم‌های تسلیحاتی ایران، نام ایشون هم جزو کسانی بود که از این فهرست‌ها خارج شد، آزاد شد. ایشون میتونستش که آزادانه در به کشورهای مختلف سفر کنه و برنامه هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی رو پی بگیره. در واقع از شخصیت آقای فخری‌زاده به عنوان ابر دانشمند وزارت دفاع نام برده میشد که مسئولیت پروژه فراسازمانی مرتبط با برنامه موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی رو پیگیری میکرد. تقریبا چندین بار طی سال از سال 1395 تا به امروز چندین بار به کره شمالی سفر کرد. گزارش های در دست هستش که نشون میده که رابطه مستقیمی و بخشی از دانشمندان در واقع موشکی کره شمالی داشته، اونها رو دعوت میکرده در منطقه خوجی که تقریبا 60 کیلومتری محل ترور ایشون هست. این دانشمندان بخشی از فعالیت‌های مرتبط با صنایع نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی رو کمک می‌کردن، مشاوره می‌دادن و آقای فخری‌زاده در واقع میشه گفت بین این 4 دانشمند هسته‌ای که قبلا ترور شدن از جایگاه بسیار بالاتری در زمینه تصمیم‌گیری، اجرا و طراحی داشت که روز گذشته در آبسرد کشته شد. در مورد ترور ایشون وقتی نگاه میکنیم به اون عکس‌هایی که بیرون اومده، ویدئوهایی که وجود داره و روایت حاکمیت از ترور آقای فخری‌زاده چه میتونیم بگیم؟ ببینید، حاکمیت تا الان سکوت کرده، اما اخباری منتشر شده که مهاجمین 12 نفر بودن، محافظین 4 نفر بودن. بررسی تصاویر اینطور نشون میده که تقریبا 4 گلوله به طور مستقیم به سمت راننده شلیک شده که میشه از تصاویر مشخص کرد. 4 گلوله به لچک پشت در واقع راننده اصابت کرده که نشون میده که این درگیری نمیتونه درگیری ما بین 12 مهاجم و 4 در واقع محافظ باشه. تصاویر با قرائت‌ها و اطلاعات غیر رسمی که منتشر شده نمیخونه. مقام های جمهوری اسلامی تا الان اطلاعات مشخصی ارائه ندادن و به طور مشخص جزئیات کامل این عملیات که به نظر میرسه عملیات کاملا طراحی شده، زمان در واقع زمان کافی روش گذاشته شده و کاملا سری و با یک قدرت اجرایی بسیار بالایی اجرا شده و تفاوت قابل توجهی با سایر ترورهای دانشمندان هسته‌ای داشته به اجرا گذاشته شده که به نظر میرسه که مقام‌های امنیتی در پی در واقع بررسی واقعی و جزئیات این صحنه در واقع ترور هستن تا اگر مشکلی به لحاظ امنیتی نداشته باشه بخشی از این اطلاعات رو منتشر بکنن. ممنونم از شما بهنام قلی‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. همکارم بهمن کرباسی هم از نیویورک با ما است در مورد واکنش‌ها بیشتر صحبت بکنیم. بهمن، مقام‌های ایرانی همین دیروز از اروپایی‌ها به خصوص درخواست کردند که محکوم بکنند این حمله رو، اما خب محکومیت شدید و لحنی از طرف اروپایی‌ها دیده نمیشه و از طرف آمریکا هم که سکوت مطلق هست. سکوت مطلق هم در کاخ سفید، هم وزارت خارجه آمریکا، همطور گفتی البته اتحادیه اروپا غیر از اون بیانیه‌ای که گفته این یک حرکت مجرمانه بوده که هماهنگ کننده سیاست خارجه گفته، این رو هم ما اینجا ندیدیم. البته خود آقای ترامپ آمده بازنشر کرده یک توییتی رو از یک روزنامه‌نگار اسرائیلی که اونجا نوشته است که آقای فخری‌زاده مدت‌ها در لیست اهداف سازمان اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل موساد بوده و همچنین یک ضربه هست به ایران. این رو بازنشر کرده هم به زبان عبری هم به زبان انگلیسی، ولی فراتر از اون نه کاخ سفید نه وزارت خارجه آمریکا هیچ اظهار نظری نکردند. در مقابل رقبای سیاسی کاخ سفید، تیم آقای بایدن هم سکوت کردند. البته معمول نیست به خصوص در مورد مسائل سیاست خارجی که رئیس جمهور منتخب تا وقتی که وارد کاخ سفید بشه خیلی وارد بشه و صحبت کنه. البته
آقای ترامپ وقتی که رئیس جمهور منتخب بود در اون دو ماهی که منتظر بود وارد کاخ سفید بشه انواع اظهار نظرها رو در مورد مسائل سیاست خارجی هم کرد، ولی به هر حال مستقیما از تیم و اطرافیان آقای بایدن چیزی نشنیدیم، ولی از نزدیکانشون در خارج از کارزار و دولت در سایه، از آقای مورفی سناتور دموکرات که در سیاست خارجی اظهار نظر میکنه، شنیدیم که گفته است این برای این بوده است که دست آقای بایدن رو برای بازگشت به برجام ببندن اگر هدف این بوده به نفع امنیت آمریکا نیست. چرا این مسئله مطرح میشه و عملاً چطور ممکنه، شاید بهتر باشه خیلی از بیننده ها بخوام بدونن که چطور ممکنه این ترور دست آقای بایدن رو ببنده برای اینکه بخواد دیپلماسی رو با ایران دوباره زنده بکنه؟ به خاطر نگرانی که از واکنش ایران وجود داره. اولین دلیلش این است که بسیاری معتقدن که اگر ایران یه واکنش تندی نشون بده و بعد فضا تنش از این هم بالاتر بره و احیانا به یه برخورد نظامی بیانجامه، اون وقت کار آقای بایدن برای باز کردن این گره خیلی مشکل تر میشه. اگر ایران این کارو نکنه، ولی بعد برای بازگشت برجام و برای رعایت مفاد کامل برجام در صورت بازگشت آمریکا هم ممکنه به اون راحتی دیگه انعطاف نشون نده، به خصوص که در درون ایران هم به تبع میدونیم که اختلاف سیاسی و گروه های رقیب نظرات مختلف خواهند داشت. به همین جهت برای آقای بایدن و تیمش این هرچه این تنش ها در این 50 خورده روز که باقی مانده از ریاست جمهوری آقای ترامپ افزایش پیدا بکنه، کار اونها برای حل این مسئله از راه دیپلماتیک و کاهش تنش هم مشکل تر خواهد شد. ممنون ازت بهمن کرباسی، همکارم از نیویورک با ما. ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران میگوید در پی اعمال محدودیت‌های گسترده میزان شیوع ویروس کاهش پیدا کرده، اما هنوز آمار قربانیان پایین نیومده. همچنین از امروز به همراه داشتن کارت ملی برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و مراجعه به ادارات اجباری شده. ایران میگوید تنها در 4 روز گذشته از سفر بیشتر از 1700 نفر که آزمایش کروناشان مثبت بوده جلوگیری کرده. پرهام قبادی و جزئیات بیشتر. شروع دومین هفته تعطیلی‌های فراگیر در ایران. اینجا سازمان صنعت معدن تجارت استان تهران تعطیله. میگویند حالا فعالیت ادارات هم محدودتر شده. ایران میگوید در پی تعطیلی عمومی میزان شیوع ویروس کرونا کاهش پیدا کرده و بسیاری از شهرهایی که وضعیت وخیمی داشتند حالا از حالت بحرانی خارج شدند. اما همچنان از 31 استان ایران 28 استان در وضعیت قرمز هستند و آمار روزانه قربانیان هنوز پایین نیامده. 391 نفر به گفته وزارت بهداشت ایران در یک روز جان خود را از دست دادند. روند بیماری رو به کاهش گذاشته و الان ما در 160 شهر و شهرستانی که قرمز رنگ بودن، در حدود 145 شهر روند رو به کاهش گذاشته. خبر خوب دیگه این که ما اون 89 شهری که از 5 آبان که 43 تا شهر بود و 14 آبان 46 تا شهر بود، اون 89 شهر بجز 2 تا شهر همه این شهرها از حالت قرمز خارج شدن و به نارنجی یا زرد تبدیل شدن. با وجود نتیجه ملموس تعطیلی‌های فراگیر نه تنها در ایران بلکه در جهان، رئیس جمهوری ایران از روز اول در برابر تعطیلی‌های گسترده مقاومت می‌کرد. امروز هم دوباره تردیدش را در نقش تعطیلی‌ها ابراز کرد. ما ناچار شده بودیم محدودیت‌ها رو برای مردم افزوده بکنیم. البته ما به خوبی می‌دونیم که محدودیت راهکار اصلی نیست. محدودیت یک علامته، یک هشدار بزرگه و پشت سرش اقدامات زیادی باید انجام بگیره تا ما به هدف برسیم. در شرایطی که ایران زیر بار تحریم‌های بی‌سابقه آمریکاست، متوقف کردن فعالیت‌های اقتصادی برای دولت یعنی فشاری دیگر. چشم امید دولت از روز اول به رعایت خود مردم بود. خیلی رعایت کردن، اما برخی هم رعایت نکردن. داخلن ما هم که میایم میدن پایین. آقا الان شما بازید یا بسته اید؟ لباس فروشی ها باید بسته باشه کامل. بستیم دیگه. الان پس چی این وارد نیم؟ صاب اون وسط نیم. چی نمیگیری؟ قربونت برم. راهکاری که تا الان ثمر بخش نبوده.
از امروز به همراه داشتن کارت ملی برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و مراجعه به ادارات اجباری شده. دلیلش جلوگیری از مسافرت و جابجایی افراد مبتلا به کرونا است. ما در طی 4 روز گذشته از حضور 1748 نفر که فردی بودن که اینا مثبت بودن ولی قصد خرید بلیت داشتن یا بلیت خریده بودن، قرار بود سوار هواپیما بشن، قطار بشن یا اتوبوس بشن، ما از حضور اینها جلوگیری کردیم. امروز هم مسبب شد در ادارات جلوگیری بکنیم. همراه داشتن کارت ملی برای گرفتن خدمت الزامی است. البته برخی مخاطبان ما میگویند امروز وقتی از وسایل نقلیه عمومی استفاده کردند کسی از آنها کارت شناسایی نخواسته. من مثل همیشه امروز سوار مترو شدم و کسی نبود که از من همچین چیزی بخواد. اما این اقدام قربانیانی هم میتواند داشته باشد. مهاجران افغان در ایران که از داشتن کارت ملی محرومند و مشخص نیست که تکلیف آنها در این میان چه میشود. پرهام قبادی، BBC. از سروش مظفر مقدم خبرنگار در مشهد پرسیدم چک کردن کارت ملی برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی چقدر میتونه مؤثر باشه. این طرح به نظر من یا نپخته است و اندیشه‌ای در موردش نشده، یا اینکه به حال یک سری جنبه‌ها و مسائل دیگری داره که ما امروز در جریانش نیستیم. منتهی مراتب در یک کلام من میتونم عرض بکنم خدمتتون، این در زمانی طرح میتونست جواب بده یا اساساً چون این طرحی میتونه جواب بده که یک به نوعی برنامه گسترده‌ای برای تست همگانی کرونا در کشور برقرار میبود. یعنی از تمام مردم دعوت میکردن که در مراکز حضور پیدا بکنن و به صورت رایگان تست میشد. اون موقع شاید از طریق اطلاعاتی که در کارت ملی مثلا درج شده میتونستن متوجه بشن که چه افرادی دارای تستشون مثبت شده و چه افرادی منفی هستن. ولی در جایی که بسیاری از افراد یعنی توانایی رو ندارن که برن در واقع هزینه تست بدن، یا مراکزی که وجود داره مراکز محدودی هستش و افراد نمیرن اونجا مگر اینکه علائمشون خیلی جدی بشه، بنابراین سخن گفتن از این که ما از طریق کارت ملی یا اطلاعات هویتی میتونیم تعیین بکنیم که چه کسی مثبت هست و چه کسی منفی هست در زمینه بیماری، یه مقدار واقعا به نظر بنده نقض غرض هست. و یه نکته دیگه هم داره، خواهش میکنم بفرمایید. ببخشید، مسئولان ایرانی میگن که اما این محدودیت‌های اخیر خیلی مؤثر بوده، تونسته شیوع رو کاهش بده. کمی از این محدودیت‌ها برامون بگیم و اینکه عملا خودتون می‌بینید در سطح شهر که رعایت میشه یا نه. ببینید، نکته در اینجاست که محدودیت‌ها عمدش به ساعات غروب آفتاب در اون موکول شده. یعنی از ساعت به نوعی 6:30 بعد از ظهر گفتن که اصناف و مغازه‌ها تعطیل باشن، در حقیقت و ساعت 9 شب تا ساعت 4 صبح هم تقریبا تردد رو به گونه‌ای ممنوع کردن با ماشین در سطح شهر. ولی این هم از نظر بنده نتونسته در واقع اون کاری رو که باید انجام بده، چون تر اندیشیده شده نبوده، به درستی راجبش اندیشیده نشده. ما می‌بینیم در تایم‌های بین صبح تا بعد از ظهر ازدحام داریم در خیابان‌ها، ترافیک داریم، افراد میرن خریدهاشون رو انجام میدن، مغازه‌ها هم خب باز هستن، خیلی از مغازه‌ها باز هستن و بسیاری از اصناف تعطیل نکردن به دلیل اینکه حیات اقتصادی و معیشت مردم یک بخشش به این کسب و کارها بستگی داره. بنابراین صرفاً چند ساعت در شب رو ما داریم که در حقیقت یه سری به نوعی محدودیت‌های ایجاد شده. اینها به نظر من اونجوری که باید و اونجوری که دولت داره میگه و تشکیلات بهداشتی نتونسته تأثیر بذاره، حداقل اون چی که من در مشهد دارم میبینم مبین این قضیه است. سروش مظفر مقدم بود از مشهد با ما. اما به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. رهبر ایران در واکنش به ترور محسن فخری‌زاده خواستار مجازات عاملان و آمران شده. همزمان حسن روحانی گفته تهران به موقع پاسخ این اقدام را میدهد. سخنگوی طالبان در قطر میگوید این گروه با دولت افغانستان بر سر دستورالعمل مذاکرات صلح به توافق رسیده، اما یک منبع نزدیک به دولت افغانستان گفته هنوز توافقی حاصل نشده. در ادامه این برنامه، آزمایش بکارت نمونه بارز نقض حقوق زنان که هنوز در بریتانیا ممنوع نشده. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید دستورالعمل مذاکرات صلح میان این گروه و دولت افغانستان نهایی شده.
او در توییترش نوشته که هر دو طرف این دستورالعمل را تایید کردند. مذاکرات صلح افغانستان حدود 3 ماه پیش شروع شد، اما به دلیل اختلافاتی میان دو تیم مذاکره کننده تا امروز پیشرفت چشمگیری نداشته. همکارم علی حسینی از کابل با ما هست. علی، ظاهراً گزارش‌ها کم و بیش زد و نقیض هم هست، چون همزمان دولت میگه دستور توافقی در مورد این دستورالعمل نشده. اینطور به نظر میرسه مجید. حدود میشه گفت 45 دقیقه پیش محمد نعیم یک توییت را نوشت: دستور عمل مذاکرات صلح افغانستان در 21 ماده در تاریخ 15 همین ماه میلادی به تایید هر دو طرف رسیده، و بعد در 2 روز بعد با حضور میزبان هر دو طرف را تایید کردن و نسخه فارسی و پشتی و قرائت شده و یک نسخه هم به میزبان یعنی دوحه قطر داده شده. این چیزی است که گروه طالبان میگه، اما موضوع مهمی است که پیش از این پروتکل دو طرفی بوده که هر صحبتی که میشه از دو طرف که تایید هر دو طرف است باید هر دو طرف همزمان اعلام کنند. یعنی ما گذشته رو میدونستیم که حتی کوچکترین موضوعات هم نمایندگان دولت افغانستان در توییترشان اعلام میکردن و هم گروه طالبان. حالا با توجه به این که این عمل صورت نگرفته با این خبر بسیار مهم، به نظر میرسه که یک ضد نقیض دیده میشه. این یک نشانه است که به نظر میرسه که طرف دولت افغانستان حالا ظاهر هم نشونده که راضی به نظر نمیرسه که این خبر به این مهمی را اعلام کنه. ممنون آزاد علی، مطمئنم که در ساعات آینده در این مورد بیشتر خواهیم شنید و مزاحم تو خواهیم شد. علی حسینی از کابل با ما. بی بی سی دریافته که درمانگاه‌هایی در بریتانیا آزمایش بکارت انجام می‌دهند. این در حالی است که نهادهای بین‌المللی مثل سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل متحد چنین آزمایش‌هایی را محکوم کرده و خواهان ممنوعیت آن هستند. منتقدان میگن آزمایش بکارت نوعی آزار جنسی و نقض حقوق زنان است و در همین حال نمی‌تونه اثبات کنه که کسی باکره هست یا نه. گزارش ریچل استون هاوس رو با هم ببینیم. آزمایش بکارت معاینه واژن است برای بررسی سالم بودن پرده بکارت زن. در بعضی کشورهای افریقا و خاورمیانه مثل مراکش، مصر و عراق این آزمایش متداول است. در اینجا بریتانیا هم اما چنین آزمایش‌های انجام می‌شود. رابطه‌ام از نظر احساسی با پدر و مادرم خیلی آزاردهنده بود. اونا می‌خواستن من رو به زور شوهر بدن و از دوستام جدا کنن. این داستان یکی از زنانی است که هویتش در این گزارش فاش نمی شود. یه روز یکی از آشناها من رو بیرون با دوستام دید و به مادرم گفت که یکی از اون پسرا دوست پسرم بوده. خیلی شایعه دربارم بود. پدر و مادرم و خانواده مردی که اونا می‌خواستن باهاش ازدواج کنم گفتن که باید آزمایش بکارت بدم تا ثابت بشه که هنوز باکرم و بعد ازدواج کنم. خیلی ترسیده بودم و واقعا نمی‌فهمیدیم که یعنی چی. فکر کردم که فرار کردن تنها راه و همین کارو کردم. آزمایش بکارت کاری غیر علمی است و نقض حقوق زنان خوانده شده، ولی در این کشور غیر قانونی نیست. بنیاد خیریه کارما نیروانا از قربانیان آزارهای ناموسی و ازدواج اجباری حمایت می‌کند. قربانی‌ها با ما تلفنی تماس می‌گیرن. اونا ممکنه نگران این باشن که مثلا خانواده‌شون فهمیده باشه که رابطه‌ای دارن یا اینکه باکره نیستن. چقدر آزمایش بکارت با بحث خشونت‌های ناموسی مرتبط است؟ در خیلی از موارد، در موارد خیلی حاد حتی کسایی کشته شدن و قربانی قتل‌های ناموسی شدن. بعضی از قربانی‌ها ممکنه از طرف خانواده‌هاشون طرد بشن. بعضی از زنان از ترس آزمایش بکارت به راه‌های عجیبی رو می‌آورند. من این ترمیم کننده پرده بکارت را از آمازون خریدم. این مجموعه بیشتر از 130 دلار قیمتشه. این شبیه موچینه. این هم ژله که به نظرم منقبض کننده واژنه. نمیدونم این چیه. فکر کنم خون مصنوعی باشه که با موچین داخل واژن میذاری. I'm guessing it's meant to be fake blood that you insert with the tweezers. اگر من این رو خریده بودم که ازش استفاده کنم الان خیلی مایوس می شدم، مخصوصا اینکه هیچ دستورالعملی نداره. در 5 سال گذشته 69 عمل ترمیم بکارت در نظام خدمات درمانی بریتانیا انجام شده. با جستجوی سریعی در گوگل به راحتی دریافتم که حدود 20 درمانگاه این عمل را به صورت خصوصی هم انجام می دن.
نمیفهمم چرا این در بریتانیا ممنوع نشده. تمام مسئله اینه که بخشی از پرده بکارت نباشه، یعنی شما باکره نیستی. اول از همه این اشتباهه. این میتونه به دلایل مختلفی پاره شده باشه. وقتی هم که من میگم این پاره شده و باید کمی ترمیمش کنم و بعد هم به شما گواهی بدم، یعنی عملا گواهی دروغی میدم. با وجود درخواست‌های بین‌المللی برای پایان دادن به آزمایش بکارت، این عمل به قصد پول درآوردن از عملی که از آن به عنوان نقض حقوق زنان یاد می شود همچنان ادامه دارد. نظام خدمات درمانی بریتانیا مشغول بررسی نوعی آزمایش خونه که میتونه بیش از 50 نوع سرطان رو پیش از اینکه علائم بیماری ظاهر بشه تشخیص بده. قراره از سال آینده میلادی بیشتر از 165,000 نفر در طرح این آزمایش تست خون شرکت کنند. مسئولان نظام خدمات درمانی بریتانیا میگن تشخیص زودهنگام میتونه باعث حفظ جان خیلی از بیماران بشه. گزارش جیم رید رو ببینید. آزمایش بسیاری از انواع سرطان در حال حاضر، یعنی این MRI یا CT اسکن که به وسیله آن به دنبال تومور میگردند و از آن نمونه برداری میکنند. گاهی اما این شیوه نجات بخش نیست. بعضی سرطان ها مثل سرطان پانکراس و سرطان تخمدان معمولا در مراحل 3 یا 4 تشخیص داده می شوند. لز میدن 62 ساله بود که بیمار شد. تقریبا یک سالی طول کشید که سرطان پانکراس او تشخیص داده شد و تنها چند ماه بعد درگذشت. برای خواهرم خیلی دیر شده بود، اما کسایی هستن که هنوز فرصت براشون هست. معتقدم تشخیص زودهنگام می تونه خیلی مؤثر باشه. نظام خدمات درمانی بریتانیا حالا مشغول بررسی یک آزمایش تازه در انگلستان است. این آزمایش را شرکت آمریکایی گرایل برای تشخیص تغییرات مولکولی در خون بیماران مبتلا به 50 نوع سرطان طراحی کرده. 165,000 نفر که 50 تا 79 سال دارند در 3 سال آینده در این برنامه آزمایش می شوند. می خواهیم اولین سازمان خدمات درمانی در جهان باشیم که ببینیم این آزمایش ساده خون می تونه تشخیص سرطان و درمانش رو مؤثرتر کنه. منتقدان این برنامه میگویند که فناوری آن تایید نشده و دقت آزمایش خون را زیر سوال بردند. اگر این آزمایش موفق باشد می تواند از سال 2024 برای 1,000,000 نفر دیگر استفاده شود. جیم رید، BBC نیوز. ممنون از همراهیتون در این بخش خبری و ممنون که BBC فارسی را انتخاب کردید.